الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى <applause> الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على علي بن موسى المرتضى الإمام التقي النقي بحجتك على من فوق الأرض ومن تحت السراب الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة المترادفة المتواترة المتواصلة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك پیرامون شخصیت و مقام شامخ امام هشتم سامن الحجج صلوات الله و سلام علیه رسیدیم به اونجا که کاروان نور وارد سرزمین مرو شد و مأمون و خصیصینش و جمع زیادی به استقبال حضرت آمدن و پس از آن که مستقر شدن پیشنهاد قبول خلافت را به آن حضرت کرد که حضرت نپذیرفتن بعد پیشنهاد ولایت اهدی کرد که حضرت فرمود شنیدم از پدرم از جد بزرگوارم که من زودتر از تو از دنیا میروم مظلومن مسمومن در دیار غربت و در کنار هارون مدفون می شوم تا به اونجایی که بالاخره هر چه کرد به حضرت به قبولاند حضرت نپذیرفتن فرمودن این لباس را اگر خدا بر تن تو دوخته است حق نداری به دیگری واگذار کنی تا اونجایی که بالاخره گفت اگر شما برایتان مشکل است که من با شما بیعت کنم شما ولی اهد من بشوید که بعد از من خلیفه باشید که اون پاسخ رو حضرت دادن که من قبل از تو از دنیا میروم حضرت توان و رقبتن نپذیرفتن تا اونجایی که تهدید شدن گفت و این تا اگر قبول کردی فبه ها و الا اجبر تو که مجبورت میکنم باز هم اگر نپذیرفتی گردنت را میزنم حضرت فرمود خدا مرا نه کرده است که من خود را به تهلکه بیاندازم آنچه میخوایی انجام بده لاکن من دورادور مشیر تو باشم در امور مهم دخالت نکنم از و نسب نکنم سنتی را تغییر ندهم بالاخره با این شروط معمون قبول کرد مراسم جشن ولایت اهدی تشکیل شد جمعیت زیادی از لشکری و کشوری حضور داشتند شعرای بزرگ می آمدن و در متح آن بزرگوار سخن میگفتند با لسان شعر و معمون هم خود خود بخواند و بعد امام علیه السلام هم چند جمله سخن گفتند در آن خطبه خود فرمودند ما را حقی است به گردن شما و شما را حقی است اگر چنانچه شما قیام کنید به اداء حق ما بر ما لازم می شود که امارت بر شما را بپذیریم البته بیاناتشون مفصل است خلاصه کردم شعرا می آمدن اشعار خود رو می خوندن جوائز می گرفتن بلکه به همگان جوائزی پرداخت شد اموالی را معمون بین مردم تقسیم کرد در آن جلسه یکی از خصیصین امام رضا علیه السلام از نزدیکان اون بزرگوار میگوید بسیار شاد و خرم بودم از آنچه پیش آمده است امام متوجه من شد و مرا فرا خواند وقتی حضورشان رفتم سخنی گفتن که جز من کسی نشنید و آن این بود که فرمود به این چیزها دل خوش مکن زیرا به انجام نخواهد رسید خب اون جلسه گذشت و مراسم بیعت انجام شد و که حتی خود اینها هم بیعت را بلد نبودن که در اسلام چگونه باید بیعت کرد هنگامی که عباس پسر معمون آمد بیعت کند دستشو باز کرد که امام هم دستشون رو باز کنن نکرد عرض کرد یبن ام چرا دستتون رو باز نمی کنید که فرزندم با شما بیعت کند حضرت دست مبارک را رو آوردن روی دست او فرمودن بیعت آنگونه است که جدم فرموده است خادم امام علیه السلام میگوید پس از آن جریان امام بسیار گریه کرد در خلوت و با خدا راز و نیاز می کرد و عرضه می داشت اللهم انک تعلم انی مکرهون مستر فلا تو آخذنی کمالم تو آخذ عبدک و نبی یوسف هین وقع الى ولایت مصر پروردگارا را مرا معاخذه نکن همان گونه که عبد خود و نبی خود یوسف را معاخذه نکردی هنگامی که تولیه خزائن مصر را قبول کرد زیرا انی مکرهان مستر من مکره شدم مستر شدم چاره جز پذیرفتن نداشتم گاهی می آمدن بعضی از نزدیکان به حضرت عرض می کردن. مردم میگویند که علی ابن موسا با این زهدی که دارد چطور زیر بار ولایت اهدی رفت حضرت فرمود قد علم الله کراهتی لذالک خدا کراهت مرا نسبت به این مسئله میدانست و میداند که من مخیر شدم بین قبول اون و بین قتل و من برم لازم بود که ترجیح بدهم قبول را بر قتل و کشته شدن امام علیه و السلام و همان گونه که شرط کرده بودن بر آن شرط ثابت قدم بودن که دورا دور مشیر باشن اگر چنانچه در مسائلی خاص معمون مشورت کند حضرت طرف مشورت قرار گیرد در امور مهم دخالت نمی کردن. حتی روزی معمون آمد گفت یبن رسول الله شما اگر کسان مورد اعتمادی دارید آنها را برای ولایت استانها شهرها بگمارید و نصب کنید حضرت فرمود من با تو عهدی داشتم من علال عهد هستم و تو هم علال عهد باش بنابراین شد که من از رو نصب نکنم سنتی تغییر ندهم در این امور من دخالت نمی کنم و من در مدینه طیبه که بودم مردم حوائجشون را به من عرضه می کردن. آنها برآورده می شد. نامههایی به من می نوشتن. پاسخ آنها رو میدادم. جمعی از قبیل عموهای من به من مراجعه می کردن من سوار می شدم از منزل بیرون می آمدم. مشکلات مردم رو برطرف می کردم تو بر من چیزی نیافزودی. گاهی از اوقات می شد که می خواست منت بر سر حضرت بگذارد که بله ما شما رو اینجا آوردیم و موقعیتی به شما دادیم حضرت قریب به این عبارات فرمود تو چیزی بر من نیفزودی؟ من در مدینه طیبه هم که بودم مردم مراجعه میکردن نامه می نوشتن، مشکلاتشون رو با ما در میان میگذاشتن ما سوار می شدیم در بین مردم می رفتیم گره گشایی کردیم قریب به این عبارات بالاخره حضرت زیر بار نرفتن که کسی را به منصبی نصب کنن حتی برای نماز عید معمون بسیار اصرار کرد که میخوام شما برای عید قربان از منزل بیرون بروید و اقامه نماز کنید در مصلا حضرت فرمود هر کس که هر سال نماز میخونده است امسال هم همون بخواند. عرض کرد یبن رسول الله من میخوام موقعیت شما بر مردم بیش از پیش معلوم گردد خب البته ذکر فرمودن در کتب که بعد از قضیه ولایت اهدی امام رضا سلام الله علیه هم سکه به نام حضرت خورده شد و هم در تمام بلاد از جمله مدینه طیبه خطبا در نمازهای جمعه خود ولات شهرها در خطبه های خود نام امام را می بردن و از اون بزرگوار تجلیل می کردن حالا میگوید میخوام با رفتن به نماز عید بیش از پیش مردم پی به موقعیت شما ببرند حضرت فرمود اگر بنا باشد که من به نماز عید بروم آن گونه میروم که جدم رفت عرض کرد اختیار با شما لذا امام علیه السلام خود را آماده کردن برای نماز عید جمعیت زیادی از جمله لشکریان آمده بودند که در رکاب آقا باشن همراه آقا باشن شهر مرو همه آماده بودند برای زیارت امام و نماز خوندن با اون حضرت یه وقتی دن در خانه باز شد حضرت پس از آن که قسل کردن و لباس سفیدی پوشیدن و امامی بر سر گذاشتن که دارای دو تحت هنک بود یکی از پشت سر و یکی از جلوی سینه حضرت جامعه های خود را بالا زده بودند با پای برهنه بیرون آمدن و ایستادن چهار مرتبه صدا زدن الله اکبر جمعیت همه با امام تکبیر گفتند وقتی امام تکبیر می گفت مردم تکبیر می گفتن از همه در و دیوار مرو که نه حتی از آسمان صدای تکبیر می آید یک تحول عجیبی در شهر مرو ایجاد شد حتی پشت بام ها مملو از زن و مرد بود برای تماشای جمال امام و نحوه رفتن ایشان به مسلا معدس قومی می نویسد وقتی دیدن که امام با پای به رهنه بیرون آمد همه کفش های خود رو بیرون می آوردن حتی این سپاهیان هر کدام که وسیلهی مثل چاق و تیغی داشت که هر چه زودتر بند کفش رو پاره کند خوشنودتر بود که خودشون رو مانند امام قرار بدن امام هر چند قدم که می رفتن می استادن و تکبیر می گفتن و این جمعیت کذایی تکبیر می گفت یه وقت زر این ملعون فضل ابن سهل به معمون گفت این کاری که کردی به زیان خودت تمام می شود انقلابی در شهر ایجاد شده است اگر او به این کیفیت به مسلا برسد چیزی برای تو باقی نمی ماند گفت چه کنم گفت هر چه زودتر او را برگردان لذا فرستاد که پسر عم شما سلام میرساند و می میگوید که نمیدانستم شما اینقدر به زحمت میافتید خواهش میکنم هر چه زودتر برگردید حضرت کفش های خودشون رو طلب کردن پوشیدن اما بسیار ناراحت بودند بسیار ناراحت بودن و واقعا حق است که ناراحت باشند بزرگترین شخصیت عالم وجود را با اصرار وادار می در سطح شهر اعلام می که امام هشتم سلام الله علیه امسال نماز اید رو برپا می کنن. سیل جمعیت از هر سو بیاین برای اینکه به پیز نمازه با امام علیه السلام برسن یک مرتبه بین راه امام رو برگردانن جدا جای ناراحتی دارد و این شیاطین مرتب نقشه میکشیدن برای ضربه زدن به مقام شامخ امامت و ولایت یه وقت به معمون گفتن از وقتی علیان رضا رو ولی عهد کردی آسمان بارانش هم قطع کرده است معمون گفت یبن ام یه همچی حرفایی میزنن شما خوب است که طلب باران کنید از خدا فرمود جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودن که دوشنبه بروم در عالم رؤیا حالا عنوان همین است عالم رؤیا که روز دوشنبه بروم بیرون شهر برای دعا جهت نزول باران امام علیه السلام روز دوشنبه آماده شدند جمعیت فراوان به دنبال حضرت حرکت کرد بیرون شهر حضرت برای مردم خطبه خوندن و بعد دعا کردند برای نزول باران که یک مرتبه ابرها آمدند و غرش کردند جمعیت از جا بلند شد فرمود بنشینید این ابر مربوط به فلان منطقه است مربوط به شما نیست بار دیگر ابری آمد و قرش کرد فرمود این هم مربوط به شما نیست مربوط به فلان منطقه است تا مرتبه یازدهم فرمود این ابری که همکنون آمده است معمور است که در بلاد شما ببارد ولی من از خدا خواستم که شما تا به منزل نرسیده اید باران نبارد و همین طور شد تا مردم به خانه و کاشانهشان نرسیده بودن باران نیامد و پس از آن باران بارید به طوری که سراسر منطقه سیراب شد حضرت در جمعی که حضور یافتن تذکر دادند نعمت خدا را شکر گذار باشید برای این که دوام داشته باشد نصیحت کردن و امر به شکر نعمت کردن حالا شیاطین جمع شدن اطراف معمون از قبیل حمید ابن مهران ملعون میگد که بله یا امیر الفلان این کاری که خداوند متعال خواسته در وقت خودش انجام بشود تقدیر الهی بوده باران بیاد حالا این آقا برای خودش یک کرامتی حساب میکند و برای مردم صحبت میکند و نسبت به خود میدهد و نگذار که انقدر میدان پیدا کند که برای تو موقعیتی نخواهد موند گفت چه کنم گفت امرشو به من واگذار من جواب او رو میدم و او رو در جای خود مینشانم انسانهای مقروری بودن که اطراف معمون بودن در مجلسی که جمع زیادی از شخصیت ها نشسته بودن شروع کرد یا حسن بارانی را که خدا مقدر فرموده در فلان وقت ببارد باریده است شما این رو برای خود کرامت حساب کرده ای؟ معجزه به حساب می اگر شما راست میگی اهل اجاز هستی به عکس شیری که به آن وساده است بگو که مرا بدرند دو عکس شیر بود حضرت خطاب کرد دونکم الفاجر این فاجر را بگیرید یک مرتبه دو شیر آمدن و او را قطعه قطع کردن و خوردن و ایستادن به طرف معمون نگاه کردن که معمون بیهوش شد حضرت به آنها فرمود که وقت او نرسیده است هر کار در وقت خود انجام می شود قریب به این عبارت حالا وقت آن نیست یعنی امتحان او هنوز به پایان نرسیده است معمون رو به هوش آوردن دید هنوز شیرها ایستادن حضرت اشاره کرد به جای خود برگردن دوباره به صورت عکسی شدن به وساده بعد حالا میگه یبن رسول الله چه میشد از خدا میخواستید که حمید ابن مهران برگردد. حضرت فرمود اگر اصای موسا آنچه خورد برگردند و برگشت حمید ابن مهران هم بر حالا در اینجا بعضی ها هاشیهی میخوان بزنن که آقا امام رعوف است عطوف است عفو است مهربان است این کار از امام صادر نمی شود که عکس شیری شیر شود شخصی را به خاطر یه اصائی که کرده قطع قطع کنن و بخورن پاسخ اینها این است این که یه وقت مسئله مسئله شخصی است ائمه هدا علیهم السلام فراوان نشان دادن که اهل عفوان اهل گذشتن ولی یه وقت است که اینها نظرشون تضعیف امامت و ولایت است اینها طوری سخن میگن که شخص را نمیکوبند عنوان رو میکوبند عقیده مردم را نسبت به امامت و ولایت میخوان سست کنن اینجا دیگه با خدا رو هستند. هستن مسئله شخصی نیست ولی فلان شخص دلقک در مدینه ردای امام سجاد علیه السلام رو از دوش مبارکش کشید حضرت اعتنا نکرد بعدم که ردا رو آوردن فرمود کیست گفتن یه همچی کسیست گاه گاهی سر به سر اشخاص میذاره برای خنده امروز با شما اینطور کرد حضرت فرمود ان لله یوما یخسر فیه المبتلون خدا را روزی هست که اون روز بیهود گرایان ضرر میبینند میبیند که همین عمر هفتاد سال و شهست سالی که دیگران کردن او هم کرده است اما اونها بهرها بردن و او هیچ در دست ندارد. که این کلام درس است برای همگان تا روز قیامت یا آن شخصی که اهانت کرد حضرت فهمید مسئله فقر است دستور داد مبلغی به او دادن و من کرد که اشخاص برن او رو مجازات کنن بله مسئله شخصی باشد امام اف میفرماید اما این شیاطین همواره در صدد ضربه زدن بودند حجت خدا را از مدینه به مرو دعوت کردند او را در دستگاه حکومت قرار دادن میخوان بهره های خودشون را از امام ببرن و امام را هم تضعیف کنن یک نفر معرفی کنن که زیر دست معمون میباشد موقعیت امامت چه میشود اینها با اصرار خودشون وادار کردن امام به نماز عید برود و یا برای دعای باران برود حالا در میان جمع باید این گونه تضعیف کنند و امام رو این گونه معرفی کنند اینها با شخص روبرو نیستن اینها با عنوان روبرو هستن در واقع با خدا لذا حقشان همین بود لذا معمون هم گاه امام رو امتحان میکرد نوشتن یه وقت عرض کرد یبن رسول الله ما یه مسبعی داریم باقی وحش ما یلیم شما دیدن کنید از اونجا حضرت رفتن تشیب بردن عرض کرد که میخوایم با این حیوانات سخن بگید شما اون مانع رو برداشتن حضرت وارد شد این شیره ها و ببرها ها اینها حلقه زدن دور امام به حالت تواضع و کرنش یکی از اون شیره ها آمد عرض کرد یبن رسول الله من پیرم دندون ندارم وقتی ای به این جا می آورن این شیران جوان میخورن و من گرسنه میمانم حضرت دستور دادن از این به بعد طعمه اگر آمد همه صبر کنید این شیر پیر بخورد سیر شود بعد شما مشغول شوید ارز کردن سمعا و تاعه بعدا عرض کردن یبن رسول الله شما چرا خودتون رو اسیر دست این ملعون قرار دادید؟ قریب بین بارد شما اجازه بدید که ما او رو از بین ببریم حضرت فرمودن حالا وقت آن نمی باشد پایان امتحان نرسیده است وقتی که بیرون آمدن عرض کرد یبن رسول الله اینا با شما سخن هم گفتن فرمود بلی همون قسمت اول و فرمود حضرت که یک شیر پیری شکایت کرد منم اینطور دستور دادم معمون دستور داد یه تعمه آوردن در میان اونها انداختن معمون تماشا می کرد که همه ی حیوانات کنار رفتن تا وقتی که این شیر پیر بیدندان غذای خودش رو میل کرد سیر شد بعد اونها آمدن و مشغول شدن مثل مارگزیده به خودش میپیچید. که چرا ما خودمان باعث شدیم که علیان رضا بیش از پیش موقعیتش بر مردم آشکار و معلوم گردد امام علیه السلام گاهی پیشنهادی می کردن. اما همونطور که فرمودن از و نصب نمی کردن. یکی از روزها معمون وارد شد بر امام یک فتح نامه ای هم در دستش بود عرض کرد یبن رسول الله لشکر ما رفتن فلان قریه را فتح کردن و این ورقه فتح نامه است که فرستادن حالا انتظار داشت که حضرت به او تبریک بگن حضرت فرمود خوشنودی گویا یبن رسول الله جای خوشنودی نیست که لشکریان ما رفتن منطقه رو فتح کردن پرمود نه دل خوش کردی به این که لشکریان تو رفتن از بلاد شرک قسمتی رو فتح کردن و حال که در شهر و دیار آبا و اجدادیت مسلمان ها در وضعیت سختی به سر میبرند از نظر معیشت با مشکل مواجهن تو نشستی اینجا دلت را به این چیزها خوش کردی عرض کرد چه کنم یبن رسول الله فرمود پاشو برو برو در همان مناطق آبا و اجدادیت از نزدیک به وضع مسلمین برس ناچار آمد و با اشخاص مطلب رو در میان گذاش از جمله فضل ابن سهل زر ریاستین لعنت الله علی فضل گفت آخه ما در عراق جنگیدیم برادر تو رو کشتیم خون مردم عراق به گردن ماست ما چطور به اون منطقه وارد شیم شما فقط گوش به فرمان و پیشنهادهای علیون رضا میدی خب این کله های سیاسی که به خاطر مخالفت با ولایت اهدی علیون رضا به زندان افتاده اند کار ها اینها رو خبر کن با اینها قضايا رو در میان بگذار دستور داد اینا از زندان بیان سه نفر از آنها که مهمتر از همه بودن از جمله جلودی را اومده هر یک وقتی نگاهشون به امام رضا علیه السلام افتاد چیزی گفتن یکی, گفتن یکی گفت یا امیر المؤمنین این چه کاری بود که شما انجام دادی خلافت از خاندان عباس خارج شود و همه زحماتتون نقشه بر آب شود از بین برود گفت عجب با اینکه مدتی در زندان بودی بازم اینطور حرف میزنی ببرید گردنش رو بزنید شخص دوم آمد گفت این شخصی که هنوز جمعیتی مانند بت میپرستندش به جای خدا در کنار خودت نشان ای گفت عجب بزنید گردن او را سومین شخص جلودی بود او فرمانده لشکر هارون رشید ملعون بود که گاه و بیگاه با لشکر جرارش حمله میکرد به مدینه به بهانه گرفتن فلان شخصیت هاشمی مثلا محمد ابن جعفر عموی امام رضا علیه السلام می ریختن خانه های بنی هاشم رو غارت می کردن ظلم ها کرده بود حضرت همین که نگاهش بهش افتاد به معمون فرمود که این شیخ را یعنی پیر مرد را اینو به من ببخش گفت یبن رسول الله با اون رفتاری که با شما کرده با دختران پیغمبر در مدینه کرده است شما به ساتت می کنید برا نجات او و می دانست او یکی از مراتب که جلودی جل بالشگرش حمله کرد به مدینه حارون دستور داده بود که هر چه در خانه های بنی هاشم است باید غارت کنید حتی زینت و آلات و لباس های بانوان را یک پیراهن بیشتر نباید برای اونها بماند اومدن در خانه امام رضا علیه السلام حضرت به جلودی فرمود چه میخوایی؟ گفت هارون اینطور جواب داده است اون گفت امیر المومن. حضرت فرمود همینجا بیست من آنچه در خانه هست از زینت و آلات بانوان هرچه لباس های اضافی هرچه هست برات میارم گفت نه من باید بیام داخل باید به دست خودم این کار انجام شود حضرت اصرار میکردن و او حرف خود رو تکرار میکرد بالاخره قبول کرد که وارد خانه نشود لعل به خاطر همین کار اینجا امام میخواد او رو از کشتن معافش بکنه کشتنش واقعا امام رعوف است واقعا امام رعوف است جلودی یک انسان پست خونخار اون همه ظلم کرده است به خاندان اسمت و اونجا با اصرار حضرت قانع شد که وارد خانه نشود امام میخواد همون مقدار رو همینجا جبران کند اما همین که آهسته به معمون این رو فرمودن جلودی خیال کرد امام داره سعایت میکند گفت تو را به حق اون خدمتی که ما به پدر تو کردیم و حقی که او به گردن ما دارد گوش به حرف او نده معمون گفت که یبن رسول الله او رد کرد وساطت شما رو ما قسم او رو رد نمی کنیم برید گردنشو بزنید فضل زر ریاست این وقتی کار به اینجا رسید گردن کروفت های پرسابقه از پادر آمدن گویا امیر المومنین پس شما که حتما دیگه مایلید برید به سوی عراق من با اون وضعی که با مردم عراق داشتیم نمیتونم بیام شما اینجا یه اختیاراتی به من بدید اموالی در اختیار من بگذارید من اینجا بمانم مثلا نماینده شما معمون هم برداشت یه چیزی نوشت بهش اونم نوشته رو برداشت آمد نزد امام رضا علیه السلام حضرت دن وارد شد فضل ابن سهل زر این رو پای حضرت فرمود چیکار داری؟ گفت ورقه ای هست که ایشون امضا کردن شمام ولی اهدید و خلیفه آینده مایل بودم که جناب هم امضا کنید حضرت فرمود به شرط تقوا به شرط تقوا او هم قبول کرد و حضرت امضا کردن اینکه به شرط تقوا این اختیارات داشته باشد و اینجا بماند بعد امام علیه السلام به معمون فرمود چه کردی؟ آماده کردی همه را برای حرکت به سوی عراق؟ از کرد یبن رسول الله من اعلام کردم که اینا آماده باشن ولی فرمان حرکت با شماست حضرت بیرون آمدن در مقابل سفاهیان فرمان به حرکت دادن دیگه سپاه در رکاب آماده شدن به حرکت امام علیه السلام حرکت کردن معمون همینطور آمدن تا نزدیکی سرخص رسیدن آنجا نامه ای از برادر فضل ابن سهل به دستش رسید که من در علم نجوم واردم چهارشنبه شنبه حادثه ای رو خواهد داد تو و امیر المؤمنین معمون و اون رضا هر سه به حمام برید خونی از بدن خود بریزید فست کنید مثلا خونی بریزید که خلاصه اون شر دامن شما را نگیرد نحوست اون روز دامن شما را نگیرد اونم آمد نزد معمون معمونم قبول کرد معمون اومد نزد امام رضا فرمود نه من حمام نخواهم آمد چهارشنبه شما هم نرید فضل هم نره معمون قبول کرد فضل قبول نکرد فضل رفت حمام در حمام کشته شد یک مرتبه لشکریان تحت فرمان فضل ابن سل حمله کردن به خانه معمون با آتش اومدن که خونه معمون رو با آتش بکشن گاهی از اوقات لشکریان اونقدری که از فرماندهانشان فرمان میبرند، از مقام مافوق نه اونطور اینا حمله کردن معمون آمد سراسیمه پیش امام رضا یا اول حسن به فریادم برس لشکر آمده است با آتش خانه ما رو آتش بکشه حضرت تشریف آورد بالای بلندی با دست مبارک حرکت داد فرمود انصرفو برید همه اینها پا به فرار گذاشتن و رفتن و این حرکت عظیم خاموش شد حالا چه حکمت هایی در کار است چه حکمتی در کار است که امام کمک او می کند حالا البته شاید مسئله کمک شخص او نباشد امام مسئولیت دارن الان در بلاد اسلام جلوی فتنه باید گرفته شود جلوی آشوب باید گرفته شود که طبعات زیادی خواهد داشت یه دستوراتی دارند ائمه حدا علیهم السلام انجام میدن البته به نفع دشمنم تمام میشه چون عثمان امیرالمؤمنین رو گاهگاهی تبعید میکرد از مدینه یه بار که آمدن گفتند که ایشون گفته باید بری فرمود والله یورید و الله ما یرید و عثمان الا ان یجعلنی جملا نازحا بالغربه اقبل و ادبر بعث الى ان اخرج ثم بعث الى ان اقدمه ثم هو الان یبعث الى ان اخرج و الله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اكون آسما مرا مثل یه شطور آبکش قرار داده بروم و برگردم یه بار فرستاده بروم رفتم باز فرستاده برگردم برگشتم حالا دوباره فرستاده باید مدینه رو ترک کنی به خدا قسم اونقدر دفاع از او کردم که ترسیدم گناهکار باشم خب معلوم است نفع این کارها مال حکومت شخص حاکم است ولی حجت خدا برای هدف بلندتری کار می کند هرگاه امام رو تبعید میکرد به خاطر اینکه اوضاع سیاسی به نفعش نبود و بعدا یه مشکلی پیدا میکرد رو حساب احکام میگفت آقا یا اول حسن بیا حضرت میامدین این گره رو بازش میکرد خب این گره رو که باز میکرد به نفع اسلام به نفع قرآن به نفع موقعیت مسلمین به نفع خود مسلمین بود بله شخص حاکم هم سود می برد. کسی نیست جز امیر که گره ها را باز کند تا وقت خودش بعد از آن که فضل ابن سهل به درک واصل شد در حمام دیگه تصمیم گرفت خود حضرت رو در مزیقه قرار دهد کم کم مأمورینی گذاشت امام را ممنوع الورود کرد و وقتی فهمید امام مریض است به عنوان ایادت آمد و به زهر جفا امام را مسموم کرد این که حضرت فرمود من میدانم قبل از تو از دنیا میروم مظلوما مسمومان در دیار غربت و در جنب هارون مدفون میگردم ائمه خدا علیهم السلام به عمر اشخاص تک تک مردم این عالم خبر دارن تا چه برسد خودشان و میدانن به چه سبب از دنیا خواهند رفت حالا در اینجا یه سوالی مطرح میشه که حالا امام رضا که میدانه کشته میشود مثلا امیر المومنی می دانست که اگر شب 19 ها مسجد برود کشته می شود امام حسین می دونست که اگر بره کربلا کشته می شود اعمه ما می که اگر فلان جا برن به سم جفا شهید می شن. خب چرا این کار کردن با دست خود خود رو به هلاکت انداختن؟ نه حجج الهیه با علم به این که به شهادت خواهن رسید دست از وظیفه نکشیدن ولو در راه انجام وظیفه شهادت پیش بیاد این هلاکت نیست اولا ائمه خدا به دستور خدا عمل میکنن ثانیا انداختن خود به هلاکت نیست در راه انجام وظیفه هر چه آمد باد باد خوب بودن کسانی که فهمیدن و از ائمه خدا جدا نشدن یا سرن یا علنن این همه شاعر آمد در متح امام رضا علیه السلام شعر گفت جوائزش رو معمون میداد گاهی خود عزلت میدادن ابو فراس نیامد معمون خواستش گفت چرا آخه تو از همه عقب موندی تو از همه بالاتری در علم شعر اون وقت چه جواب میده میگه من کجا و شعر گفتن برای امام رضا خداوند متعال در دنیا و آخرت ما را از امام رعوف علیه السلام جدا نفرماید و از زیارت و شفاعتشان همه ما را بهرمند فرماید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته